من زینب آمری هستم از جنوب ایران. من یک مسلمان معتقد بودم. از موقعی که به دنیا اومدیم چشمو باز کردم و متوجه شدم که خانوادم تو مذهب هستن، تو اسلامن. اونجوری روش کردیم، کلاسای قرآن میرفتیم، مکتب میرفتیم. در خانواده‌ای که من خواهر برادرام 5 تا خواهر هستیم و 4 تا برادر و یه عده از خواهرام خیلی یه عده از خواهر برادرام تو اسلام خیلی سختی هستن، ولی یه عده نه، خیلی راحت زندگی کنن، دوست نداشتن نماز بخونن، دوست نداشتن تو مراسم شرکت کنن، ولی بعض موقع اجبار میشد و تو مراسم ها باید شرکت میکردن، نمازشون رو باید میخوندن، روزه باید میگرفتن. من خیلی اعتقاد زیادی داشتم، خیلی نماز میخوندم، نمازهای اضافه بر سازمان، خیلی موقع ها تا صبح بیدار میموندم و دنبال خدای حقیقت بودم. یه وقتهای یه سرودی از هایده میشنیدم که در مورد خداوند میخوند و من اون موقع ها انقدر عشق میریختم و دنبال اون خدای حقیقت رسیدم، میخواستم برسم که ببینم اون خدای حقیقت کیه و نمیتونستم پیداش کنم، چون که از این اسلام دیگه خسته شدم و پیداش نمی کردم. موقعی که خسته شده بودم، ناامید، آرامش نداشتم، اون لحظات من دیگه به دنبال حقیقت خداوند بودم. خیلی سخت بود. من چون که یک دختر مسلمان بودم، مسلمان زاده به دنیا اومدم و همیشه تو اسلام، تو عزاداری ها، تو مراسم ها شرکت کردیم. خونمون همیشه باید قرآن رو میخوندیم، ختم میکردیم و اون احساسی که از درون من این کارا رو انجام میدادم، ولی اون آرامشه رو از درون نداشتم، اون حس خوب رو نداشتم و خیلی بالاخره خانواده پدرم تعصب داشت و من همیشه به خداوند میگفتم چقدر خوب میشد این دنیا بدون شریعت باشه، بدون اینکه زور کسی بهت بده زندگی کنی، راحت زندگی کنی، با آرامش زندگی کنی، ولی چرا اینجوری ما باید با سختی، با تعصبات، با شریعت زندگی کنیم؟ این همیشه برای خودم سوال بود و من همیشه دوست داشتم بی حجاب باشم، با آرامش زندگی کنم و این اجازه را اصلا نداشتم. تا یه روز از طریق دختر عموم در مورد مسیح شنیدم که عیسی مسیح چه کارایی میکنه و خدای حقیقته، که من اصلا همون لحظه قبول نکردم. در موردی که عیسی خداونده نمیتونستم قبول کنم، باور کنم که عیسی یک انسان، یک حقیقت باشه، خدای حقیقت باشه. خیلی سخت بود که من میخواستم مسیح رو قبول کنم به عنوان خداوند. ما میدونستیم که یک خدا هست، الله هست و ما فقط باید الله رو قبول کنیم و تمام ائمه ها، 12 ائمه ها رو ما باید با اونا زندگی کنیم، اونا رو قبول میکردیم. موقعی که من مسیح رو پذیرفتم و قبول کردم که عیسی مسیح خود خداوند هست، من یه بیماری برام پیش اومده بود، پاهم شکسته بود، از یه جایگاه بالایی افتادم و خیلی غم و قصه تو مراسم عزاداریم بودم. اون ایام ماه رمضان بود و من دیگه خیلی خسته شده بودم، خیلی ناامید شده بودم از زندگی و اون آرامشه رو احساس نمی کردم. اون لحظه گفتم دیگه خدای حقیقت رو میخوام پیدا کنم و حقیقت رو ببینم پیش عیسی مسیح هست یا نه. یه روز زنگ زدم به دخترمون و گفتم من میخوام اون خدای حقیقی رو که اعلام کردی، عیسی مسیح خدای حقیقی رو برای من میخوام ایمان بیارم به اون خدا، و برای من دعای نجات خوند و من هیچی حسی نداشتم به اون دعای نجات، هیچ دریافتی نکرده بودم باز از عیسی مسیح، فقط به زبون آوردم و با خداوند شروع کردم صحبت کردن. 3 ماه طول کشید که من متوجه شدم اون آرامشه رو دارم از خدا دریافت میکنم، دارم میفهمم خدا کیه، خدای بنده حقیقی کیه و
خداوند با من صحبت میکرد از طریق حضورش، از طریق روحش، و من به تازه شروع کرده بودم به دریافت. وقتی من قلبمو به عیسی مسیح دادم، دخترم 10 ساله اونم قلبشو به عیسی مسیح داد و بعد از 1-2 ماه شروع شد آرامشا اومد برای من. حقیقتها رو دیدم، حضور عیسی مسیح رو دیدم تو زندگیم، معجزات رو از چیز کوچیک معجزه رو دیدم تو زندگیم که اصلا کسانی رو نمیشناختم، اونا منو نمیشناختن، می اومدن دم در خونه، در خونم رو میزن و برای من برکت می آوردن. و شفای دخترم رو دیدم که دختر من 10 سال از موقعی که به دنیا اومد یک بیماری داشت که هر 2-3 ماه ما باید بیمارستان بستریش میکردیم و با داروها تا بتونیم اون رو خوب کنیم، و بدنش تمام کهیر میزد. و این دختر من وقتی با تمام دلش عیسی مسیح رو قبول کرد، اون شفا رو دریافت کرد. بعد دخترم یه روز اومد گفت که مامان، دخترم یه بیماری خیلی شدیدی داشت که گفت که مامان میتونیم در نام عیسی مسیح برام دعا کنیم. و به دخترم اون گفتم و شروع کردیم، دستمون رو گذاشتیم روی قفسه سینه‌اش و ما در نام عیسی مسیح برای آیدا دعا کردیم. آیدا در جا شفا رو دریافت کرد و آیدا دیگه هیچ وقت بیمارستان نرفت، هیچ وقت این بیماری رو دیگه دریافت نکرد و حضور خدا رو روز به روز بیشتر احساس میکردیم. اون آرامشه بیشتر میومد برای ما، پرستش میکردیم ولی با سکوت، چون دور تا دور خونه هامون مسجد بود، حسینیه بود، عزاداری بود، صدای اذان بود و همسایه ها همه مذهبی بودن و ما خیلی ترس داشتیم و من حتی نذاشتم که خانوادم اطلاع پیدا کنن که اونا بالاخره خب خیلی براشون سخت بود که بیام من دینم رو عوض کنم و این برای جنوب ایران خیلی سخته، برای آدم ها کلن مسلمان ها خیلی سخته دینتو عوض کنی که کافر حساب میشه. و همسرم وقتی همسرم می اومد خونه، ما سعی میکردیم تلویزیون رو خاموش کنیم، پرستش نکنیم، موعظه گوش ندیم، چون که اون اجازه به ما نمیداد، میگفت که من فعلا الان نمیتونم عیسی مسیح قبول کنم به عنوان خداوند، چون در مساجد در حسینیه ها خدمت میکرد و ما مجبور بودیم که محرم میشد، ماه رمضان بشه، میرفتیم حسینیه ها حضور پیدا میکردیم، میرفتیم در مراسم عزاداری، ولی من با اون اعتقاداتی که همه داشتن، من با خدای خودم زیر اون چادر، زیر اون در اون مجلس با عیسی مسیح صحبت میکردم. اونا عزاداری میکردن ولی من با عشق میخندیدم و با خدای خودم لبخند میزدم و با اون صحبت میکردم، ولی من غم نداشتم دیگه، عزادار نبودم، من شادی اومده بود برای من. و موقعی که من قلبم رو دادم به عیسی مسیح و دخترم هم قلبش رو داد، خیلی برای همسرم شروع کردم به دعا کردن. و موقعی که از سر کار می اومد و خواب بود، با قوت می نشستم برای همسرم دعا می کردم که بعد از 2 سال خدا قلبش رو لمس داد. و با قوت برای خواهر برادرام دعا می کردم که تک تکشون قلبشون رو بدن به عیسی مسیح، چون که ما واقعا تو اسلام غرق اسلام بودیم، با اینکه مثلا شاید فقط اعتقاد داشتیم ولی خیلی شریعت ها رو قبول میکردیم، خیلی مامانم تو شریعت بود و خیلی تو عقاید اسلامی خیلی زندگی میکردیم. و من الان وقتی ایمان آوردم به عیسی مسیح، دیدم تک تک خواهر برادرام که همون اصلش خواهری که برای عیسی، برای حسین و محمد و علی مداهی میکرد، جشن میخوند، اولین که اون به من گفت که من میخوام مثل تو هم قلبم رو بدم به عیسی مسیح، ولی چجوری؟ من چند بار بهش بشارت رو دادم، اوایل قبول نمیکرد و قلبش رو داد به عیسی مسیح و شروع کرد پرستش برای خداوند خوند. آوازش رو دیگه برای حسین و محمد نمیخوند، برای عیسی مسیح. من زینبی بودم که
اسم من رو زینب گذاشتن، وقتی یک زینبیه رو درست کردن، یک منو با اعتقادات خودشون، پدر مادرم اسمم رو روی یکی از ائمه ها گذاشتن و همیشه این اسم رو دوست نداشتم، چون که باید اجباری بود که مثل خود زینبی که تو اسلام هست، مثل خواهر حسین، من باید اونجوری رفتار میکردم، باید راه رو درست میرم و من اون رو قبول نمیکردم. و وقتی که از اسلام اومدم بیرون و حقیقت رو فهمیدم، عیسی مسیح رو دریافت کردم، متوجه شدم نه به اسم هست نه به اون اعتقاد هست، چون که خدای حقیقت رو دریافت کردم و از شریعت آزاد شدم، خداوند ما را آزاد کرد و اون آرامش رو از خداوند دریافت کردم. و الان فهمیدم که متوجه شدم که وقتی هدفی داشته باشم، وقتی راه درستی رو داشته باشم، با خداوند عشق بورزی، زندگی کنی، یک زینبی دیگه برای خودم هستم. الان من اسمم برام مهم نیست، محبتی که باید به آدما داشته باشم، خدمتی که باید داشته باشم برای عزیزان، برای فرزندان خداوند، این بهترین هدف برای من در این دنیایی که دارم زندگی میکنم.